شمارش معکوس زلزله در بارسلونا در راه است. خرید بزرگ نهایی می شود. امباپه روزی برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. پاسخ مرموز خواهر رونالدو به پرسش در مورد آینده فوق ستاره. یک هدف بزرگ بارسا محقق شد. رافینیا به نوکم برود. پشت سر امباپه رشد ده برابر ارزش وینیسیوس. جزئیات قرارداد جدید عثمان دمبله با بارسلونا. لیورپول زیر پاهای یونایتد و تن هاگ له شد. دیدار تدارکاتی دو تیم لیورپول و منچستر یونایتد در کشور تایلند با پیروزی 4-0 شیاطین سرخ به پایان رسید. تیم های لیورپول و یونایتد که در اردوهای تدارکاتی پیش فصل خود به توری آسیا رفته بودند، روز گذشته در تایلند در یک دیدار رو در روی هم قرار گرفتند. دیداری که با نتیجه غیر منتظره 4-0 و سود یونایتد به پایان رسید. دارک تن هاگ در اولین بازی غیر رسمی خود با عنوان سرمربی شیاطین سرخ نتیجه عالی به دست آورد. ستاره بارسلونا بالاخره قبول کرد. راه جز جدایی نیست. فرانک دیونگ در راه جدایی. دیونگ بالاخره متقاعد شد که برای او چاره جز جدایی و انتقال به لیگ برتر انگلیس وجود ندارد. شیاطین سرخ در هفته های اخیر تلاش زیادی برای جذب فرانک دیونگ، هافبک هلندی و جوان بارسلونا انجام دادند. دیونگ روز گذشته برای اولین بار در تمرینات پیش فصل بارسلونا حاضر شد و جلسه بین او و ارکان باشگاه برگزار شد و دیونگ نیز متوجه شد که راه حل جز جدایی از بارسلونا وجود ندارد. در جلسه روز گذشته به دیونگ گفته شده است به خاطر مسائل مالی باشگاه مجبور هست او را به فروش برساند. در جلسه روز گذشته به دیونگ توضیح داده شد که وضعیت باشگاه چگونه است و رفتن این بازیکن میتواند چقدر از مشکلات باشگاه را حل کند. پاسخ مرموز خواهر رونالدو به پرسش در مورد آینده فوق ستاره. خواهر کریستیانو رونالدو با سوالی در مورد آینده فوق ستاره پرتغال پاسخ مرموز داد. کاتیا ویرو خواهر کریستیانو رونالدو در صفحه اینستاگرام خود پیام مرموز درباره آینده مهاجم منچستر یونایتد منتشر کرده است. یک کاربر اینستاگرامی از کاتیا پرسید: رونالدو در منچستر میماند؟ که خواهر رونالدو و جواب رمزآلود و عجیب را داد: عینک میزنم، ذره از مغزم استفاده میکنم و در غیر این صورت یاد میگیرم که بخوانم و فکر کنم. رونالدو از لیدز یونایتد برای توری تابستانی در بانکوک خط خورد و در بازی روز گذشته مقابل لیورپول حضور نداشت. گفته می شود که منچستر یونایتد برای حضور در تور استرالیا به وی التیماتوم داده تا تصمیم نهایی خود را بگیرد. ملی پوش پرتغالی علاوه بر ناکامی یونایتد در راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا از کاهش 25% دستمزدش در نتیجه این اتفاق هم ناراحت است. نشریه سان هفته گذشته در گزارش فاش کرد که چگونه تیم اریک تن هاگ پذیرفته که راه خود را از برنده 5 توپ طلا در این پنجره نقلات جدا کند. جزئیات قرارداد جدید عثمان دمبله با بارسلونا. داستان طولانی تمدید قرارداد عثمان دمبله با بارسلونا به پایان خود نزدیک می شود. عثمان دمبله جنوری گذشته قرارداد جدید از بارسلونا دریافت کرد ولی به آن پاسخی نداد و تا پایان قراردادش یعنی 30 جون نیز صبر کرد تا بلکه بارسلونا پیشنهاد جدید و بهتر به او ارائه کند، اتفاقی که هرگز رخ نداد. دمبله به دلیل رد پیشنهاد تمدید با خطر کنار گذاشته شدن از تیم در نیم فصل دوم نیز روبرو بود ولی با اصرارهای ژاوی مدیران بارسا از این تصمیم منصرف شدند. ژاوی از روز اولی که به عنوان سرمربی بارسا انتخاب شد گفته بود که روی دمبله حساب میکند و به قولش نیز وفا کرد. دمبله از بهترین های بارسا در نیم فصل دوم بود تا مدیران باشگاه در پایان فصل بار دیگر برای تمدید با او فشار بیاورند. پیشنهاد بارسا هرگز تغییر نکرد و در نهایت دمبله پذیرفت که قراردادش را تا سال 2024 تمدید کند. او روز گذشته وارد بارسلون شد و در محاصره خبرنگاران حاضر به پاسخگویی به سوالات نشد، اما طبق دای اسپورت قرارداد جدید او دو ساله با دستمزد 7.5 میلیون یورو به علاوه 2.5 میلیون یورو پاداش است. اگر دمبله بتواند همان ستاره تاثیرگذار نیم فصل دوم باشد، دستمزدش برای هر فصل به 10 میلیون یورو نیز خواهد رسید. دست رد به سینه رونالدو، پاریس کریس را نمی خواهد. یک نشریه فرانسوی میگوید باشگاه پاریس سن ژرمن این هفته از ایجنت کریستیانو رونالدو پیشنهادی برای جذب وی دریافت کرده، ولی این پیشنهاد را نپذیرفته است. لاپاریزن در گزارش اختصاصی مدعی شد جورج مندس مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو در دو روز اخیر به باشگاه پاریس سن ژرمن اعلام کرده که میتواند برای جذب ابرستاره پرتغالی اقدام کند، پیشنهادی که توسط پی اس جی رد شده است. لاپاریزن میگوید باشگاه پی اس جی به مندس اطلاع داده که کریستیانو
رونالدو در برنامه‌های این باشگاه جایی ندارد. رونالدو این روزها یک از خبرسازترین ستاره‌های دنیای فوتبال هست. او چند پیش به باشگاهش منچستر یونایتد اطلاع داد که قصد جدایی دارد و به همراه تیم خود در تور استرالیا و اقیانوسیه حضور ندارد. مندس ایجنت رونالدو این روزها در تلاش است برای ستاره 37 ساله پرتغالی باشگاه جدید پیدا کند. منچستر در تلاش است تا او را حفظ کند و مجوز جدایی او را صادر نمی کند. تنهاگ نیز در پاسخ درباره آینده رونالدو گفت که او با ما میماند و روی او حساب میکنیم. یک هدف بزرگ بارسا محقق شد. رافینیا به نوکم برود. بر اساس گزارش ها انتقال رافینیا ستاره برزیلی لیز به بارسلونا قطعی شده و او با قرارداد 5 ساله راهی نوکم خواهد شد. فابریزیو رومانو تایید کرد که انتقال رافینیا ستاره برزیلی لیز یونایتد به بارسا قطعی شده و این بازیکن 25 ساله به ارزش 58 میلیون یورو به باشگاه کاتالان خواهد پیوست. رومانو مدعی بارسلونا بعد از مدت ها مذاکره سرانجام پیشنهاد رسمی به لیز یونایتد ارائه داده است. در هفته های اخیر شایعات زیادی درباره تمایل بارسا برای جذب ستاره برزیلی مطرح بود. بر اساس گزارش ها بارسلونا ساعت پیش با رافینیا به توافق شخصی رسیده است. بعد از توافق شخصی با ستاره برزیلی مدیران بارسا اولین پیشنهاد رسمی خود را به باشگاه انگلیسی ارائه دادند. رافینیا در سال 2020 با قرارداد ارزش 20 میلیون یورو از باشگاه فرانسوی رن به لیز پیوست. او در اولین فصل حضورش در لیز برای تیم 30 بازی انجام داد و موفق شد 9 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل بدهد. اما درخشش اصلی رافینیا با پیراهن لیز که باعث شد توجه باشگاه بزرگ مثل بارسا به او جلب شود فصل گذشته بود. ستاره برزیلی فصل گذشته 35 بازی برای لیز انجام داد و موفق شد 11 گل به ثمر برساند و عملا یک تنه مانع از سقوط این تیم از لیگ برتر شد. امباپه روزی برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. هوگو سانچز اسطوره باشگاه رئال مادرید معتقد است که کیلیان امباپه روزی برای این باشگاه بازی خواهد کرد. از امباپه به عنوان اهداف اصلی رئالی ها در بازار نقل و انتقالات تابستانی نام برده می شد، اما او تصمیم گرفت در پاریس سن ژرمن بماند و قراردادش را با این باشگاه تا سال 2025 تمدید کند. این اتفاق خشم هواداران رئال را به همراه داشت و باعث شد آنها در شبکه های اجتماعی به این ستاره ملی پوش فرانسوی توهین کنند. اما هوگو سانچز ستاره سابق رئال مادرید معتقد است که امباپه قلبا به رئال علاقه دارد و روزی برای این باشگاه بازی خواهد کرد. او به رادیو مارکا گفت امباپه جواب منفی سفت و سختی به رئال نداد. او به دلایل اجتماعی سیاسی و خانوادگی به رئال نگفت، اما من او را میشناسم و مطمئنم که یک روز برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. شمارش معکوس زلزله در بارسلونا در راه است. خرید بزرگ نهایی می شود. به نظر می رسد فاصله چندانی تا نهایی شدن انتقال رابرت لواندوفسکی به بارسلونا نمانده باشد. برخلاف برخی شایعات، رابرت لواندوفسکی در کمپ تمرینی بایرن مونیخ در اردوی پیش فصل این تیم حضور پیدا کرد. اما این نشانه برای ماندن این بازیکن در بوندسلیگا برای فصل بعد نیست. نزدیکان رابرت لواندوفسکی و خود این بازیکن مطمئن هستند که این هفته بالاخره راه حل برای توافق با بایرن مونیخ پیدا خواهد شد. و این بازیکن از حضور در مراسم رسمی معرفی تیم در آلیانز آرنا در روز شنبه و تور بعدی آمریکا در روز دوشنبه معاف می شود. البته ترجیح خود بایرن مونیخ نیز روشن شدن تکلیف لواندوفسکی پیش از مراسم هفته بعد هست. این باشگاه تمایلی ندارد این رویداد تبدیل به محل اعتراض و سوتهای هواداران نسبت به رفتار لواندوفسکی شود و به همین دلیل احتمال این توافق وجود دارد. مدیران بارسلونا روز گذشته با همتای خود در بایرن مونیخ تماس گرفته و آخرین پیشنهاد خود را برای لواندوفسکی ارائه کردند. هفته پیش سومین پیشنهاد بارسلونا شامل 40 میلیون ثابت به اضافه 5 میلیون پاداش رد شد و به نظر میرسد بایرن مونیخ روی موضع خود مبنی بر دریافت 50 میلیون یورو برای فروش این بازیکن مصمم هست. اما مسئولان بارسا متقاعد شدند که پیشنهاد در نهایت پذیرفته خواهد شد و لواندوفسکی تا پایین این هفته بازیکن بارسلونا می شود.